روز دوم بررسی وزرای پیشنهادی پزشکیان و اولین واکنش و صحبت‌های پزشکیان در مورد حملاتی که به لیست وزرا شده. با ما همراه باشید، صحبت‌هاش رو می‌شنویم و یه مروری حواشی رو انجام میدیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب روز یک شنبه پزشکیان لیست وزرای نهایی خودش رو به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. از ساعت اولیه‌ای که این لیست در مجلس توسط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خونده شد، تعداد زیادی از نمایندگان به خصوص نماینده‌های تندرو حملات زیادی رو به این لیست وزرا داشتن و معتقد بودند که لیستی که پزشکیان معرفی کرده لیست کارآمدی نیست و پر از گزینه‌هایی هستش که امتحان خودشون رو پس دادن و مشخصه که نمیتونن کارآمد باشن و برای وزارتخونه های مختلف مفید باشن. اما بعد از حملاتی که تو این دو روزه به پزشکیان و به خصوص معاون راهبردی ایشون آقای محمد جواد ظریف شد، پزشکیان بالاخره صحبتهایی رو انجام داد و نسبت به این حملات واکنش نشون داد. پزشکیان در صحبتاش گفت در مرحله انتخاب و بررسی کابینه از صاحب نظران متعدد مشورت گرفتیم و تلاش کردیم با رویکرد وفاق و همدلی بهترین وضعیت ممکن رو با ظرفیت‌های موجود رقم بزنیم. صبر کنید کابینه کار کند و آن را از روی عمل کردش نقد بکنید. پزشکیان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل شبکه ایکس به انتقاد از چینش کابینه 14 واکنش نشون داد و اظهار داشت مردم عزیز، سرمایه بزرگ دولت شمایید. توجه و حساسیت شما در انتخاب اعضای کابینه ارزشمند است. بی تفاوتی به رفتار سیاستمداران جای خود رو به انتقاد داده است. این یعنی ما یک گام به جلو رفته ایم. رئیس جمهور در این پیام تصریح کرد در مرحله انتخاب و بررسی کابینه از صاحب نظران متعدد مشورت گرفتیم و تلاش کردیم با رویکرد وفاق و همدلی بهترین وضعیت ممکن رو با ظرفیت‌های موجود رقم بزنیم. صبر کنید کابینه کار بکنه و اون رو از روی عمل کردش نقد بکنید. پزشکیان این صحبت‌ها رو در حالی انجام داد که حدوداً یک ماهی محمد جواد ظریف و تیم شورای راهبردی بررسی‌های لازم رو برای انتخاب گزینه‌های مختلف برای وزارتخونه‌ها انجام دادن، ولی در نهایت اینجور که محمد جواد ظریف مدعی هست، بیش از نیمی از گزینه‌های معرفی شده توسط پزشکیان کلاً تو لیست ظریف نبودن و تعداد دیگه هم گزینه‌های 4 و 5 بودن و اصلا از اولویت‌های یک شورای راهبردی پزشکیان انتخابی نداشته، که خب این نشون میده که پزشکیان هیچ توجهی به مشورت‌ها و نظرات صاحب نظران مختلف نداشته و باز اون گزینه‌هایی که خودش مد نظرش بوده و از قبل انتخاب کرده رو به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. اما پزشکیان هم قبل از انتخابات و هم بعد از پیروزی در انتخابات قول داده بودش که از اقلیت‌های دینی و همینطور از خانم‌ها و همینطور از نیروهای جوان‌تر توی کابینش استفاده بکنه و ترکیب وزرا رو با نیروهای جوان که اقلیت‌های دینی هستن و تعداد زیادیشون هم خانم هست تشکیل بده. ولی خب بعد از انتشار لیست مشخص شدش که میانگین سنی وزرای پیشنهادی پزشکیان بالاترین میانگین توی تمام دولت‌ها بوده و بیش از 60 سال سن دارن و همینطور کلن یه گزینه خانم به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد که اون هم تازه خیلی نماینده های مجلس باهاش اوکی نیستن و احتمال نگرفتن رأی اعتمادش بالا هست. و از طرف دیگه هم هیچ نماینده سنی مذهب و یا اقلیت دینی توی لیست وزرای پزشکیان نیستش. همین باعث شدش که خیلی از افراد شاخص توی اقلیت‌های دینی و همینطور سنی مذهب ها به این لیست پزشکیان حمله بکنن. حتی نماینده کردستان و چند تا شهر که سنی مذهب بودن این لیست رو مورد انتقاد قرار دادن. از طرف دیگه مولوی عبدالحمید رهبر اهل تسنن ایران هم به لیست پزشکیان اعتراض کرد و گفتش که این لیست وزرا رأی دهنده ها رو به صورت کامل مایوس میکنه. مولوی عبدالحمید با وجود تجربه های تلخ و درسردی های فراوان بخش قابل توجهی از ملت شریف ایران به امید تغییر و تشکیل دولتی فراگیر در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به وعده های جناب آقای پزشکیان اعتماد کرد. اما لیست وزرایی که ایشون به مجلس معرفی کردن
رای دهندگان و خیرخواهان رو مایوس کرد. ایشون در رسانه‌های اجتماعی خودش مثل شبکه ایکس گفت عدم استفاده از شایستگان اقوام و مذاهب در مدیریت کلان کشور مایه دلسردی و مانع وفاق ملی است. جای تأسف است که افراد شایسته اقوام ایرانی در سایر کشورها مورد استقبال قرار می‌گیرند و از آنها در مناسب عالی استفاده می‌شود، اما در جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند و از حقوق سیاسی خیش محروم هستند. اما سعید جلیلی هم از بعد از شکستی که توی انتخابات داشت مصاحبه خاصی انجام نداد و نسبت به اتفاقات واکنشی نداشت، ولی دیروز توی اولین واکنشش بعد از انتخابات نسبت به لیست وزرای پیشنهادی پزشکیان واکنش نشون داد و گفتش که ما این لیست رو به دقت ارزیابی میکنیم و نتیجه رو در اختیار مجلس و رسانه‌ها قرار میدیم. جلیلی توی پستی که منتشر کرد نوشت ما هم به سهم خودمان در این زمینه سعی میکنیم ارزیابی‌هایی رو داشته باشیم و در اختیار دولت و مجلس قرار بدهیم. البته تصمیم با دولت و مجلس محترم هستش که چه وزرایی رو انتخاب بکنن و آنها تعیین کننده هستن، اما مردم هم میتوانن در اینجا یک نقش بسیار پرشکوه ایفا بکنن. اما بیشترین انتقادی که این چند وقت توسط نماینده های مجلس و فعالان سیاسی شده به چند گزینه مشخص از وزرای پیشنهادی پزشکیان است. بیشترین انتقادها نسبت به تنها گزینه وزیر پیشنهادی خانم یعنی فرزانه صادق هستش و دومین گزینه ای هم که انتقاد زیادی بهش میشه آقای سردار مومنی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور هستش که خیلی هم معتقدن این دو نفر کارآمدی و توانمندی لازم رو ندارن. سردار مومنی که کلن سوابق و رزومه کاریش در شاخه نظامی بوده و اصلا ربطی به وزارت کشور نداشته. خانم فرزانه صادق هم نسبتاً فرد کم تجربه و جوونی هستش و توانایی اداره یه وزارتخونه به عنوان وزیر رو نخواهد. ولی خب خیلی از نماینده ها هم نسبت به بعضی از گزینه‌ها خوشبین هستن و احتمال داره که بتونه با رأی زیاد رأی اعتمادشون رو از مجلس بگیرن. از جمله آقای عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه. باید منتظر باشیم و ببینیم در ادامه چه اتفاقی میافتد و بررسی‌های نماینده‌های مجلس توی این چند هفته به کجا ختم میشه و کدوم یکی از وزرای پیشنهادی پزشکیان میتونن رأی اعتماد رو بیارن. ولی خب پیشبینی کارشناسان اینه که احتمالاً حداقل 3 نفر از این لیست نتونن رأی اعتماد رو از مجلس دریافت کنن. نظر شما چیه؟ به نظرتون چه تعداد از وزرای پیشنهادی پزشکیان میتونن رأی اعتماد رو بگیرن و چه تعدادشون رد میشن؟ حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.